به نام خدای یکتای بی همتا، حقوق پدر و مادر و خویشاوندان. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمه: و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یک آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، حتی به آنها کلمه اوف یعنی اندکترین کلمه رنج آور را مگو و بر سر آنها فریاد مزن و با نیکی و بزرگوارانه با آنها سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی و خاکسایی برای آنها فرود آور و بگو: پروردگارا به آنان رحمت آور، همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، براستی اسلام با رسالت بزرگ و جهان شمولی آمده که بسوی اخلاق نیک و توسل بر همه مبادی و مفاهیم خوب و عالی دعوت می کند و بسوی راه راست و درست راهنمایی می کند، ارزش ها و اخلاق را منهج زندگی قرار می دهد و توازن معاملات میان مردم را بر اساس حق، عدالت، رحمت، محبت و انسانیت تنظیم می کند. همانطوری که خداوند متعال می فرماید: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ترجمه: براستی الله به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند و شما را پند می دهد شاید متذکر شوید. همانا برخی از مظاهر بزرگی و جهان شمولی شریعت اسلام این است که این شریعت قواعد و حقوق تعامل با پدر و مادر و خویشاوندان را تنظیم نموده است، چون پدر و مادر مستحقترین کسانی هستند که باید احترام و توقیر شوند و به آنها اهتمام زیاد داده شود، زیرا خداوند متعال ما را در قرآن کریم دستور داده است تا با پدر و مادر به نیکی رفتار نماییم و خوبی با پدر و مادر را همراه با عبادت خود و عدم شرک به ذات مقدس خود جمع نموده است. چنانچه می فرماید: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. و الله را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و پدر و مادر نیکی کنید. همچنین خداوند دستور داده تا سپاسگزار نعمات او بوده باشیم. شکر برای پدر و مادر را با شکر خود یک جا نموده است، چون فضل و برتری آنها خیلی بزرگ، منزلت و جایگاهشان عالی و قدرشان بلند است. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: سه آیات با سه موضوع قرین نازل گردیده است، هیچ یک آن بدون قرینش پذیرفته نمی شود. و از آن جمله: انشکر لی ولی والدیک. خداوند میگه سفارش کردیم که برای من و برای پدر و مادرت شکر بجا آور. پس کسی که از خداوند شاکر باشد و عبادت او را بجا آورد ولی برای پدر و مادرش شکر بجا نیاورد و آنها را برنجاند، عبادت او پذیرفته نمی شود. در واقع اسلام جایگاه پدر و مادر را بلند نموده و دستور داده است تا با آنها به خوبی و نیکی برخورد شود، به شکل درست با آنها اهتمام داده شود و با ایشان به نرمی و مهربانی رفتار صورت گیرد. از حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که فرمود: مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و از او اجازه اشتراک در جهاد را خواست. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت: آیا پدر و مادرت زنده اند؟
گفت بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پس جهاد تو در خدمت آنها بودنت است. دختری مرد نیکوکار یعنی حضرت شعیب علیه السلام در داستان حضرت موسی علیه السلام بهترین الگو برای نیکی با پدر و مادر و خوش برخوردی با آنها است. چون پدر آنها پیر و ضعیف بود نمی توانست کار کند، پس آنها به جای او کار می کردند بدون اینکه حتی بروی او عف بگویند یا فریاد بکشند. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و چون به چاه آب مدین رسید، بر آن چاه گروهی از مردم را دید که چهار پایان خود را آب می دهند و در کنار آنان دو زنی را دید که گوسفندان خود را باز می دارند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی علیه السلام گفت کار شما چیست؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها باز گردند و بروند و پدر ما پیری کهنسال است و توانایی این کار را ندارد. و از حضرت جابر رضی الله عنه روایت است که مردی گفت ای رسول خدا، همانا من مال و فرزند دارم، پدرم می خواهد از مال من استفاده کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت تو و مالت از پدرت هستی. و حضرت فاطمه رضی الله عنها در محبت احترام و مهربانی اش با پدر مهربانش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما بهترین الگو و سرمشق است. هر بار پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجلس بر او وارد می شد، از جایش ایستاد می شد و او را می بوسید و با مهربانی و نرمی او را در مجلس خود جا می داد و از قدوم مبارک او صلی الله علیه و سلم خوشحال می شد. همچنین اسلام امر نموده تا ما پدر و مادر ما را احترام کنیم و آنها را اذیت نکنیم. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، حتی با آنها کلمه اوف یعنی کمترین کلمه رنج آور مگو و بر سر آنها فریاد مزن و با نیکی و بزرگوارانه با آنها سخن بگو. خداوند متعال انسان را از گفتن اندکترین واژه رنج آور، اگرچه کلمه پایان تر از کلمه اوف بوده باشد، در برابر پدر و مادر معنی نموده است. پس بهتر است نباید انسان باعث اذیت پدر و مادر شود یا به نحوی با آنها بد رفتاری کند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه به مردی که او را با نیک رفتاری با پدر و مادرش نصیحت می کرد گفت از پیش روی پدرت مرور نکن، پیش از او در مجلس منشین، او را با اسمش صدا نکن، او را در معرض دشنام دیگران قرار مده. پس نباید انسان سبب اذیت والدین خود شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا بزرگترین گناه کبیره این است که کسی پدر و مادر خود را لعنت گوید و نفرین کند. گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چگونه امکان دارد کسی پدر و مادر خود را دشنام بدهد و لعنت کند؟ فرمود اینکه شخصی پدر انسان دیگر را دشنام بدهد و او پدر او را دشنام بدهد و مردی مادر کسی را دشنام بدهد و او مادر او را دشنام بدهد، در واقع پدر و مادر خود را دشنام داده و لعنت نموده است. اسلام بر نیکی و خوش رفتاری با پدر و مادر توصیه نموده است، حتی اگرچه پدر و مادر به دین دیگری بوده باشند. چنانچه خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که با آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از آنان اطاعت نکن، ولی در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن. چنانچه حضرت ابراهیم علیه السلام در دعایش برای پدرش چنین بود. در این خصوص خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، در این کتاب ابراهیم را یاد کن، بیگمان او پیامبری راستگو بود. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر جان، چرا چیز را پرستش میکنی که نه میشنود و نه میبیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده میسازد؟ ای پدر جان، یقینا از جانب الله دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را برای راست هدایت کنم. ای پدر جان، شیطان را پرستش نکن، زیرا که شیطان نسبت به الله رحمان نافرمان بود. ای پدر جان، من از این می ترسم که از سوی رحمان الله رحمان عذابی به تو برسد، آنگاه از دوستان شیطان و هم نشینان او در آتش دوزخ بوده باشی.
و چنانچه اسماء دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما که مادرش در حال شرک نزدش می آمد و می خواست با او رابطه داشته باشد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید مادرم می خواهد با من رابطه داشته باشد آیا با او صله رحم نمایم و رابطه داشته باشم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بله با مادرت رابطه داشته باش در حقیقت نیکی و خوش رفتاری با پدر و مادر تأثیر و فواید زیاد و فضایل بزرگ دارد که این فواید و فضایل را انسان در دنیا و آخرت کمایی می کند. برخی آن نیکی و خوبی با پدر و مادر سبب خوشنودی خداوند متعال می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید خوشنودی خداوند منوط به خوشنودی والدین و غضب خداوند نیز مربوط به غضب والدین است. و برخی دیگر این فواید نیکی با پدر و مادر سبب گشایش و رفع مشکلات می شود. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما حال 3 نفری را حکایت نمود که آنها را باران مجبور نمود تا در غار کوهی پناه می برند. پس سنگ بزرگ بر دهن غار قرار گرفت و آن را کاملا بر آنها بسته نمود. پس گفتند از این مشکلات و سنگ بزرگ یگانه چیزی که ما را نجات خواهد داد این است که توسط اعمال نیک ما از خداوند بخواهیم تا این سنگ را دور نماید. پس یک آنها گفت بار خدایا من پدر و مادری بزرگسین و فرزندان خردسین داشتم و من در حالی که گوسفند میچراندم سرپرست و متولی آنها نیز بودم. پس وقت در شب باست گوسفندانم برمیگشتم شیر آنها را میگرفتم و نخست به پدر و مادرم میدادم و آنها را پیش از فرزندانم از آن سیراب میکردم و من روزی در برگشتم به خانه تأخیر نمودم و تا نا وقت شب نیامدم. پس وقت آمدم دیدم که پدر و مادرم خوابیدند. پس طبق عادت شیر گوسفندانم را گرفتم و رفتم نزد سر آنها ایستادم و زشت پنداشتم آنها را از خوابشان بیدار کنم و همینطور زشت پنداشتم پیش از آنها فرزندانم را شیر بدهم در حالی که فرزندانم در پیش قدمهایم از گرسنگی فریاد میکردند. حتی که در این حالت شب روز شد و صبح دمید. بار خدایا میدانی که من این کار را فقط برای رضای تو انجام دادم. پس خدایا برای ما گشایش قرار بده تا از آن آسمان را ببینیم. پس خداوند متعال بر آنها گشایش آورد و آنها آسمان را دیدند. پس دیده می شود که نیکی او با پدر و مادرش سبب گشایش و رفع مشکلات آنها و باعث نجاتشان شده است. و برخی دیگر آن کسی که با پدر و مادرش خوش برخوردی و نیک رفتاری کند فرزندانش با او نیکی و خوش رفتاری خواهند کرد زیرا پاداش از جنس عمل انسان می باشد. چنانچه خداوند متعال پاداش نیکی حضرت ابراهیم با پدرش را با نیکی و فرمان برداری فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام داد. خداوند متعال این واقعه را در قرآن کریم برای ما به عالی ترین صورت نیکی و فرمان برداری فرزند از پدرش بیان نموده است چنانچه می فرماید. ترجمه: پس هنگامی که فرزندش با او به سن سعی و کوشش رسید گفت ای فرزندم من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم. ببین تو چی نظر داری؟ اسماعیل علیه السلام گفت پدرم به آنچه مأمور شده ای عمل کن اگر الله بخواید مرا از صابران خواهی یافت. همچنان که نیک رفتاری با پدر و مادر در دنیا فواید و ثمرات زیاد دارد همچنین در آخرت نیز سبب خوشبختی و وارد شدن انسان به بهشت می شود. چنانچه مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و اجازه اشتراک در جهاد را خواست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت آیا مادرت زنده است؟ گفت بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پس همیشه در خدمت او باش چون بهشت زیر قدمهای اوست. و در حدیث دیگری فرمود پدر دروازه میانه بهشت است پس اگر می خواهی وارد بهشت شوی پس این دروازه را حفظ کن. و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به مردی گفت آیا از آتش جهنم می ترسی و دوست داری وارد بهشت شوی؟ گفت بله سوگند به الله چنین است. گفت آیا پدر و مادر زنده اند؟ گفت تنها مادرم با من است. فرمود سوگند به الله اگر با او با نرمی سخن بگویی نیک رفتاری کنی و او را غذای درست بدهی و از ارتکاب گناه کبیره پرهیز کنی حتما وارد بهشت می شوی. با وجود آن تأکید می کنیم که انسان به هر اندازه که با پدر و مادر خود نیکی کند و خوش رفتاری نماید هیچگاه نمی تواند حق آنها را ادا نماید و خوبی های آنها را جبران کند.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ فرزندی نمی تواند حق پدرش را ادا کند مگر اینکه پدرش را برده کسی بیند و او را خریداری نموده آزاد کند. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله واحد و لا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. برادران مسلمان، همانطوری که اسلام بر نیکی کردن با پدر و مادر سفارش کرده، همینطور بر نیکی کردن و خوش برخوردی با خویشاوندان نیز سفارش نموده است. آنها کسانی هستند که انسان با آنها روابط خویشاوندی دارد و اسلام برای آنها حقوقی مقرر داشته است. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و خویشاوندان در کتاب الله نسبت به یکدیگر سزاوارترند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، خداوند متعال می فرماید: من الله و رحمان هستم، صله رحم را آفریدم و نام آن را از نامم اشتقاق کردم، پس کسی که آن را وصل نماید من با او وصل و نزدیک می شوم، و کسی که آن را قطع نماید و من از او دور و منقطی می شوم. صله و رابطه خویشاوندان با زیارت و بازدید از آنها و احوالگیریشان و همکاری و همراهیشان متحقق می گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، صدقه دادن بر مسکین دارای یک اجر است و بر خویشاوندان دارای دو اجر، اجر قرابت و اجر صدقه. همچنین صله و رابطه با خویشاوندان توسط پذیرفتن دعوت آنها، عیادت و بازدید بیمارشان و اشتراک در جنازه آنها نیز متحقق می گردد. پس باید بزرگ آنها را احترام گردد و همراه اطفالشان با مهربانی رفتار شود و با ایشان برخورد درست صورت گیرد و برایشان دعای خیر کرده شود. خداوند متعال صله رحم را سبب برکت و درازی عمر و فراخی رزق و روزی گردانیده است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، هر کس می خواهد روزی اش زیاد و عمرش طولانی شود، باید با پدر و مادرش نیکی و پیوند خویشاوندی را رعایت کند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر می دهد که رعایت پیوند خویشاوندی باعث بخشش گناهان می شود. مردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت، ای رسول خدا، من مرتکب گناهی بزرگی شدم، پس آیا اگر توبه کنم بخشیده می شوم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، آیا مادر زنده است؟ گفت نه خیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، آیا خاله داری؟ گفت بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، پس با خاله ات خوبی و نیک رفتاری کن تا گناهانت بخشیده شود. پس باید انسان از قطع صله رحم بپرهیزد و نباید بدی را با بدی پاسخ گوید، بلکه باید عفو کند و ببخشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، وصل کننده راستین پیوند خویشاوندی کسی نیست که به خاطر ارتباطی که خویشاوندانش با او دارند با آنها ارتباط برقرار می کند، بلکه کسی است که وقتی با او قطع رابطه می شود یا نزدیکانش با او قطع رابطه می کنند، ارتباطش را با آنها حفظ می نماید. مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت، ای رسول خدا، من خویشاوندانی دارم که می خواهم با آنها پیوند داشته باشم، ولی آنها با من قطع صله رحم می کنند. من با آنها خوبی می کنم، ولی آنها پاسخ آن را با بدی می دهند و جویه احوالشان می شوم، ولی آنها مرا نادیده می گیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اگر همین گونه باشی که گفتی، گویا خاکستری داغ با آنها می خورانی و تا زمانی که به همین روش عمل کنی همواره پشتیبانی و حمایت الله در برابر آنها را خواهی داشت. اسلام از قطع کردن صله رحم منع نموده و از عواقب بد آن در دنیا و آخرت هشدار داده است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، کسی که با خویشاوندانش قطع رابطه کند وارد بهشت نمی شود. و در حدیث دیگری می فرماید، مجازات هیچ گناهی را خداوند متعال عجالتا در دنیا با حفظ مجازات آن در آخرت نمی دهد، مگر مجازات گناه قطع طریقی و قطع صله رحم را. پس باید در باره پدران و مادران ما از خدا بترسیم و صله رحم داشته باشیم و با همه مردم به نیکی رفتار نماییم. بار خدایا ما را توفیق بده تا با پدران و مادران ما به خوبی رفتار نماییم و ما را از جمله کسانی بگردان که پیوند خویشاوندی را رعایت نماییم. ملت ما را حفظ کن، مصر و همه کشورهای جهان را امن و امان، آرام و متقدم بگردان.